موج جدید بارش ها در آسمان ایران، مد غیر طبیعی اروندرود و آماده باش آبادان، خرمشهر و شادگان. تأکید رئیس دستگاه قضا بر سرعت بخشیدن روند جبران خسارت های سیل، تلاش جهادی مردم و نهادها برای پاکسازی مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد. سرعت گرفتن خروج سرمایه از انگلیس با ادامه بلا تکلیفی های برگزیت، تعابیر تند نمایندگان پارلمان انگلیس در واکنش به سوء مدیریت دولت ترزا می. و امروز تلاش تراکتورسازی و پدیده برای باقی ماندن در کورس قهرمانی لیگ برتر فوتبال، دیروز سپاهان سایپا را گلباران کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشان. سلام بر شما بینندگان محترم و ارجمند، وقتتون بخیر. بارش باران و کاهش دما تا اواسط هفته در مناطق غربی، مرکزی و دامنه‌های جنوبی زاگرس. از بامداد امروز آسمان استان‌های لرستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، شمال و شرق خوزستان و مازندران بارانی بود. همچنین باران در بخش‌های غربی، مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی زاگرس ادامه دارد. تمرکز و شدت بارش‌های امروز عمدتاً از آن جنوب استان کردستان، بخش‌هایی از استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همینطور شمال استان قزوین خواهد بود. ضمن اینکه این بارش‌ها به سمت شمال شرق کشورمون هم خواهد رسید. برای فردا عمدتاً در بخش‌هایی از شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق کشورمون بارندگی داشته باشیم و بخش‌هایی از غرب کشور که تمرکز بارش‌های فردا از آن گیلان، مازندران، شرق استان گلستان، استان اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خواهد بود. سیلاب در مسیر خود بخش‌های جنوبی استان خوزستان از جمله آبادان، خرمشهر و شادگان را تحت تأثیر قرار داده. فرماندار ویژه آبادان نیز به علت مد غیر طبیعی و بالا آمدن آب اروندرود وضع فوق‌العاده اعلام کرده و گفته دهانه نهرهایی که اطراف آنها خانه وجود دارد بسته می‌شود. وی به حاشیه‌نشینان رودخانه‌های اروند و بهمنشیر نیز توصیه کرده مراقب باشند. در شادگان هم آب وارد تعدادی از منازل روستایی منطقه شده و سرپرست فرمانداری شادگان از انتقال زنان، کودکان و سالمندان به مناطق امن خبر داده. خب، ارتباط ما با استاندار خوزستان برقرار شده. آقای شریعتی، سلام بر شما. در حال حاضر شرایط در شهرهای آبادان و خرمشهر چطوره، به ویژه در مناطق مسکونی شهرها و روستاها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و بینندگان شبکه یک. همچنین تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف. الان وضعیت در آبادان و خرمشهر، وضعیت بخصوص برای مردم وضعیت عادی است، اما به علت مد بزرگی که داره صورت میگیره، همچنین خروجی های کارون، اروندرود و بهمنشیر و همچنین سیلابی شدن دجله که این هم از طریق اروندرود خارج خواهد شد، خب ما شرایط فوق‌العاده رو در آبادان و خرمشهر اعلام کردیم. ظرف چند روز آینده مراقبت های لازم رو داشته باشن، انهار رو ببندند و کسانی که در کنار آب زندگی میکنن هم مراقبت بکنن. به فرمانداران تأکید کردم که ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها رو تشکیل بدن و آمادگی لازم رو ایجاد بکنن. استان رو هم آماده کردیم برای آماده باش و کمک به آبادان خرمشهر در صورت لزوم. آقایون هم کاراشون رو انجام دادن و در حال انجام هستن. در جنوب استان هم
در شادگان خب شرایط یه مقداری شرایطی خارج از عادی، میزان ورودی به تالاب شادگان بالا رفته، با باز کردن کالورت های جاده آبادان و آبادان ماهشهر ما خروجی از تالاب رو هم زیاد کردیم به سمت خوریات و به حمدالله خیلی خوب داره خارج میشه، تالاب نفس میکشه. نیکوبی رو شروع کردیم در تالاب، اقداماتی رو که 4 مورد بوده و اساتید دانشجو و کارشناسان توصیه کردن در حال انجام هستیم تا شرایط رو مدیریت کنیم. شرایط هم الحمدلله الان تحت کنترل هست، داره مدیریت میشه و تا الان مسئله خاصی در این زمین نداریم. باید به تدریج ما این شرایط رو از کل استان به سمت خارج هدایت کنیم. در شمال اهواز هم کانال چمران، سلمان و به تبع اون ورودی به تالاب فعال شده از شب گذشته، خروجی بیشتر شده و ما نگرانی هایی که در اهواز هم جستجو ریخته داشتیم داره به حد اقل میرسه انشاءالله، اگرچه هنوز آب زیادی دور اهواز از در خارج میشه اما مسیرها کاملا تعریف شده، کنترل شده است و جای نگرانی در این زمینه نیست الحمدلله. بله خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای شریعتی استاندار خوزستان. رئیس قوه قضاییه بر سرعت بخشیدن روند جبران خسارت‌های سیل تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که برای بازدید از مناطق سیل‌زده و بررسی مشکلات مردم به استان خوزستان رفته، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خواستار تلاش بیشتر دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌های وارد شده به خانه و کسب و کار مردم شد. سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی نیز در بازدید از مناطق سیل‌زده شعیبیه شوشتر بر تسریع امدادرسانی و حل مشکلات سیل‌زدگان تاکید کرد. تلاش مردم به همراه نیروهای امدادی و جهادی نظامی و نیروهای کمکی از استانهای معین برای تقویت و استحکام سیلبندها و محافظت از شهرها و روستاهای در مسیر سیل ادامه دارد. آخرین خبرها از اوضاع منطقه در گزارش هدیه حمیدی. این روزها خوزستان دیار آب و آفتاب حال چندان خوشی ندارد. همه چیز زراعت ما، نخل ما، ترامبا ما، همه وسایل ما، همه شا آب برده. اما روی دوم سکه همدلی، همزبانی و اتحاد ایرانیان بود. مردم شهرستان شادگان دوشا دوش هم صدی شدند در برابر این سیل. شهرستان مسعود سلیمان هستیم. الان این سومین کاروان اعزامی که از شهرمون اومدیم. امدادها هم همچنان در راه است، چه از داخل و چه از خارج از کشور. احنا طلعنا من العراق انه الاخوان الايرانيين اللي ضرروا بالسيول. از آغاز سیل در استان تاکنون 147999 نفر در 50 اردوگاه اسکان اضطراری داده شدند. اوضاع خوبه، متوسطه، ولی ما به اسکان دائم همین اینجا نیاز داریم. قاعدين هنا حلو نعمه، لا عايزين شيء لا شاطين حلو باهن. لازمه که هم دولت و مدیران محترم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه سرعت عمل مسئولان در این گونه حوادث بسیار مهم است گفت سیل یک پیام برای ما داشت و آن اینکه ما همه هنگام بروز مشکل در کنار هم هستیم و از ارتشی تا سپاهی و دولت در کنار هم مشکلات را برطرف می‌کنیم. با اقداماتی که انجام شده مشکل جدی، تهدیدی جدی وجود براش نداره. لکن باید پیش‌بینی‌هایی بشه برای آینده که ما آینده هم بتونه برای مردم عزیزمون و مردم عزیز روستاها و شهرها در این استان و در استان‌های مجاور تضمین بشه. میزان خروجی سد گتوند و دز به 1200 متر مکعب بر ثانیه رسیده و میزان خروجی سد کرخه به 1400 متر مکعب بر ثانیه کاهش یافت. خروجی های سد هامون از دیروز، سد کارون یعنی گتوند و سد دز کاهش پیدا کرده. طبق اعلام سازمان هواشناسی استان، سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده به صورت متناوب در بالا دست سدهای خوزستان ادامه خواهد داشت. همکنون 97% از مخازن سدهای استان خوزستان پر شده و در پایین دست آبروانها به سمت شهرهای ساحلی در حال حرکتند و این یعنی همچنان هوشیاری و آمادگی نیروهای امدادی و مردمی لازمه. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
تلاش ها برای پاکسازی مناطق سیلزده استان های گلستان، لرستان و مناطق در مسیر سیلاب در استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد. گروه های جهادی از استان های مختلف کشور در کنار نیروهای امدادی و اهالی با رساندن خود به مناطق سیلزده گلستان در تلاش برای خارج کردن آب از محلات و هدایت آن به سمت تالاب ها و رودخانه ها هستند. امکانات لازم برای امداد به مناطق سیلزده لرستان از جمله شهرهای پلدختر، معمولان و نوراباد نیز به کار گرفته شده. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده لرستان گفته راه ارتباطی 70 روستای سیلزده استان همچنان قطع است. در سیستان و بلوچستان گروه های امدادی و جهادی در تلاش برای کنترل سیلاب و به حداقل رساندن خسارات احتمالی ناشی از ورود سیلاب از رودخانه هیرمند به حاشیه رودخانه پل قرآنند. در کنار برخی خسارت های سیل اما هموطنان شرق نشین خوشحال از جاری شدن آب در بستر رودخانه ها و رونق گرفتن کشاورزیشان در نتیجه بارش های بهاری اخیرند. قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت تعهد صندوق بیمه با میزان خسارت سیل کشور متناسب نیست، زیرا فقط 1/5 زمین‌های کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند و 5% واحدهای مسکونی کشور بیمه حوادث دارند. ابراهیم حسن نژاد افزود سالانه به طور میانگین بیش از 10,000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد می شود، ولی نمی توان با حق بیمه پایین تعهدات بالا انجام داد. حسن نژاد گفت مجموع خسارت های سیل اخیر در بخش کشاورزی حدود 13,000 میلیارد تومان است که از این رقم فقط 750 میلیارد تومان بیمه شده است. پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این برنامه با تاکید بر راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت به دلیل اطلاعات ناکافی درباره حوادث طبیعی از بیمه ها در این زمینه استقبال نمی شود و بر این اساس در دنیا به صورت قانونی بیمه اجباری انجام می شود. 60,000 پرونده خسارت به ما اعلام شده. بله. در کل اون مناطقی که تحت پوشش بیمه بودند، از این 60,000 پرونده 26,000 پرونده ارزیابی خسارت شده که مبلغش نزدیک 130 میلیارد تومان هست. برآورد ما این هست که بقیه پرونده هایی که ارزیابی خسارت نشدند و یا خسارتشون اعلام خواهد شد حدود در واقع 200 میلیارد تومان هست. کلا از کل واحدهای مسکونی بخوایم بگیم در کل کشور ما چیزی بین 5-7% پوشش بیمه ای دارن. بله. در سراسر کشور. خب بعضی نقاط خیلی کمتر از اینه، بعضی استان‌ها بیشتر از این هست. در نتیجه با این رقم 5%، 5-7% بخوایم برآورد بکنیم، این عدد خیلی در واقع نامتعارفی نیست. مسئله این است که پوشش بیمه‌ای واحدهای مسکونی خیلی کم هست. در بخش زراعت بیش از 1,120,000 هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیدن در اثر سیل. خب که از این مقدار حدود 180,000 هکتار از زراعت ها تحت پوشش بیمه کشاورزی است. شما خیلی کمه. بله. خب البته در زراعت حدود 20% زراعت های کشور تحت پوشش بیمه کشاورزی است. میزان یارانه های بخش کشاورزی در ارتباط با موضوع بیمه موضوع بسیار با اهمیتی است که کمک میکنه به کاهش حق بیمه، میتونه کمک کنه به افزایش تعهداتی که صندوق های بیمه میدن. بنابراین در 104 کشور دنیا امروز که بیمه کشاورزی سامان یافتن، در تمام این کشورها دولت‌ها حتما یارانه های لازم رو در ارتباط به اون محصولاتی که بعد تحت پوشش بیمه ببرن تأمین میکنن و بعد در واقع کار بیمه پذیری انجام میشه. خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از اتحاد مثال زدنی ملت ایران در سیل اخیر گفت وحدت مردم در اقتصاد هم راه برون رفت از مسائل و مشکلات خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به حضور چشمگیر نیروهای بسیج مردمی، طلاب، نیروهای مسلح و قشرهای مختلف مردم در سیل اخیر، این اتحاد را یک عبرت و فرصت برای کشور دانست و با تاکید بر اهتمام مسئولان برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی افزود اگر در اقتصاد همچنین اتحادی را شاهد باشیم مشکلات کشور برطرف خواهد شد. در این سیل حضور جوانهای ما، طلبه‌های ما، دانشگاهی‌های ما، بسیج ما، سپاه ما، نیروهای مسلح ما، هر جا همه بودند، ید الله مع الجماعه،
دست خدا را، قدرت خدا را در اونجا دیدیم. امروز هم فرمان رهبری حضور بسیج و سپاه و نیروهای مسلح قبل از امدادگران بحران کشور بود. این حکومت ولایی که در حکومت امام زمان به اوجش خواهد رسید، این رو ما در سیل دیدیم، در دفاع از حرم دیدیم، در جبهه دیدیم، در اقتصادم اگر این را ببینیم راه برون رفت از این مشکلات خواهد بود. خطیب جمعه تهران با محکوم کردن اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی و مقابله این رژیم با ورود کمک‌های بشردوستانه به کشور گفت باید با تکیه بر نیروهای داخلی راه خروج از همه بن‌بست‌ها را فراهم کنیم. سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش دیدار کرد و روز ارتش را به وی و کارکنان این نهاد تبریک گفت. فرمانده کل سپاه هدف از این دیدار را تحکیم وحدت و همدلی میان ارتش و سپاه دانست و گفت این برادری، وحدت و همدلی بین ارتش و سپاه امروز در نقطه اوج خود قرار دارد و روز به روز هم عمیق‌تر می‌شود. فرمانده کل ارتش هم با اشاره به جلسات مشترک ماهانه بین فرماندهان ارتش و سپاه گفت در این جلسات درباره نحوه مقابله با تهدیدات دشمنان و چگونگی تحکیم بیشتر ساختار درونی این دو سازمان گفتگو و تبادل نظر می شود. امیر سرلشکر موسوی همچنین به موضع‌گیری‌های بی‌اساس و اقدامات احمقانه آمریکا و سردمداران استکبار جهانی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود ارتش و سپاه برای دفاع از این ملت، آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دست از دست هم دیگر بیرون نخواهند کشید. جز آموزه‌های دینی ما هست که رمز پیروزی ما، رمز شکست دشمن، رمز موفقیتمون در انجام هر مأموریتی همین همدلی و برادری است. امیدواریم روز به روز این بیشتر بشه تا مردم ما شاهد نصرت‌های الهی و پیروزی‌های بزرگتر هم انشاءالله باشه. من به ملت بزرگ خودمون اعلام میکنم که مطمئن باشن که ارتش و سپاه برای دفاع از این ملت، برای دفاع از آرمان‌های انقلاب، برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران دست از دست همدیگر در نخواهند آورد و دشمنان ما مایوس باشند، خشمگین باشند، عصبانی باشند و از این عصبانیت بمیرن که سپاه و ارتش از هم جدا نخواهند شد. خیلی زحمت کشیدید. شوق انتظار در آستانه نیمه شعبان و جشن ولادت حضرت صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، مردم در همه شهرهای کشور مشغول آذین بندی کوچه و خیابان و پخش کردن شربت و شیرینی هستند. مردم برخی از شهرها بخشی از هزینه جشن شادمانی را به مردم مناطق سیلزده اختصاص دادند. مراسم احیای شب نیمه شعبان همچون هر سال در مساجد و بقاع متبرکه برگزار می شود. شب گذشته جمعی از اصحاب رسانه و هنرمندان آیین قباروبی مسجد مقدس جمکران را انجام دادند. این روزا همه در تکاپوی برپایی جشنهای نیمه شعبان هستند. خادمان مسجد مقدس جمکران هم با قباروبی و اطرافشانی مسجد خودشون رو برای پذیرایی از عاشقان و دلدادگان آقا آماده میکنن. با جون دل ما آماده هستیم، از شهرستان هم آماده می، عشق امام زمان هم آماده. تو این آیین همه اومدن، از موسفیدان پا به سن گذاشته تا جوانان. کیف میکنم، الان من 77 سال عمرم، مرتب هر ماه یک هفته 8 روز اینجا هستم. نوجوانی 12 ساله که عشق و دلدادگی در وجودش موج میزنه. اینجا همه برای نوکری یک نفر اومدن، اونم آقا صاحب الزمانه. درخواست شما از آقا امام زمان چی؟ فقط میخواییم که ما رو به نوکری خودش قبول کنه. خودشه، فرج خودش. من توفیق پیدا کردم که امشب اینجا باشم و خدا رو شکر میکنم. عشق شما بارانی در آینه، عطر نامن پیچیده در
جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 2150 میلیارد تومان دیگر از تخصیص‌های بازگشت داده شده بودجه 97 خبر داد. آقای نوبخت نوشت این مبلغ برای ردیف‌های آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها واریز شده است. وزیر آموزش و پرورش گفت با تدابیر صورت گرفته ادامه تحصیل دانش آموزان در مناطق سیل زده بدون وقفه انجام شده است. سید محمد بطهایی همچنین گفت با اعتباراتی که اختصاص یافته تا قبل از مهر 98 مدارس آسیب دیده از سیل بازسازی می شود. حدود 80 مدرسه ما که اصلا نیاز به تخریب و بازسازی داره، اینها رو پیشبینیاشو انجام دادیم. مشکل اعتباری نداریم. خیرین محترم خیلی مساعدت کردن. نهادهای مثل بنیاد برکت اومدن پای کار و دارن کمک میکنن. و اگر این مدارس که 80 مدرسه است برای مهر ماه 98 آماده نشه، ما از فضاهای موقت مثل کانکس ها استفاده میکنیم تا انشالله چند ماه بعد از مهر ماه اینا در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیره. اما مدارس دیگری که نیاز به بازسازی داشته، حدود 1400 مدرسه ما از این نوع دومه که آسیب‌های دیده که نیاز به مرمت و بازسازی داشته، همه اینها رو تا قبل از مهر 98 آماده خواهیم کرد. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت تا روز پنجشنبه مردم 120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد به سیل‌زدگان کمک کردند. پرویز فتاح در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه 30,000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در حادثه سیل آسیب دیدند افزود 10,000 واحد مسکونی باید احداث و 20,000 واحد تعمیر اساسی شود. وزیر اطلاعات هم در سخنرانی پیش از خطبه ها گفت شناسایی و دستگیری 290 جاسوس سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA باعث حیرت آمریکایی ها و تشکیل کمیته شکست در این کشور شد. تهران و بغداد کمیته مشترک خدماتی تأسیس می‌کنند. فلاح الجزایری استاندار بغداد در بیانیه اعلام کرد در دیدار با ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد، پرویز هناچی شهردار تهران و هیئت همراه آنها توافق شد کمیته مشترک خدماتی بین شورا و استانداری بغداد و شهرداری تهران تشکیل شود. به گفته الجزایری بر اساس این توافق تهران به بغداد در بخش‌های چون خدماتی، جاده سازی و بازیافت زباله کمک می‌کند. و تنین تلاوت روح بخش هادی موحد امین قاری ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی قرآن در مالزی تحسین شرکت کنندگان و علاقمندان حاضر در این مسابقات را برانگیخت. این رقابت‌ها امسال با شرکت 48 قاری و حافظ قرآن از 25 کشور اسلامی در کوالالامپور مالزی در حال برگزاری است. اتوبوس‌های ساخت ایران و آذربایجان روانه بازار خواهد شد. در جریان سفر وزیر صنعت به باکو، عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی ایران و آذربایجان به بهره برداری رسید. این کارخانه که تا پایان سال میلادی مراحل ساختش به پایان می‌رسد، قرار است در گام نخست سالانه 500 دستگاه اتوبوس را روانه بازار کند. گام بلند ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه صنعت، عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی ایران و جمهوری آذربایجان امروز در مجتمع صنعتی حاجی قبول این همسایه شمالی آغاز شد. سهم ایران در این پروژه 75% و حجم سهم آذربایجان 25% هستش. میزان سرمایه گذاری در وهله اول 6 میلیون یورو و در مرحله دوم به 10 میلیون یورو خواهد رسید. این کارخانه تا پایان سال آینده تکمیل و با بهره برداری از آن در مرحله اول سالانه 500 دستگاه انواع کامیون و اتوبوس در آن تولید خواهد شد. همزمان با ساخت این کارخانه، تفاهم نامه ساخت کارخانه مشترک تولید انواع تریلی هم به امضای بخش خصوصی دو کشور رسید. این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 1200 دستگاه انواع تریلی با 10 میلیون یورو احداث خواهد شد و سهم کشور مان در آن 50% است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان پس از حضور در مراسم آغاز عملیات ساخت کارخانه اتوبوس‌سازی و امضای سند کارخانه تولید انواع تریلی در جمع خبرنگاران از اهمیت همکاری‌های صنعتی دو کشور گفتند. اینجا منطقه صنعتی مشترک رو ما خوشبختانه در این سفر به تفاهم رسیدیم که در منطقه مرزی دو کشور ایجاد بشه. در حوزه صنعت به سطح همکاری‌های خوبی رسیده‌ایم. چندین طرح از جمله کارخانه مشترک خودروسازی در نفت‌چاله را به بهره برداری رساندیم. کارخانه مشترک داروسازی در حال ساخت است و به دنبال احداث منطقه صنعتی مشترک در مناطق مرزی هستیم. با اجرا و تکمیل این طرح‌های صنعتی، همکاری‌های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدیدی می‌شود و تولیدات این کارخانه‌ها علاوه بر تأمین بازار مصرف جمهوری آذربایجان به کشورهای منطقه هم صادر خواهد شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، مستمع صنعتی حاجی قبول جمهوری آذربایجان. تأکید ژاپن بر ادامه خرید نفت از ایران. وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن گفت ژاپن به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اهمیت نمی‌دهد، زیرا ایران جایگاه مهمی در امنیت عرضه نفت خام ژاپن دارد. هیروشیک سوکو در جمع خبرنگاران گفت حفظ روابط ژاپن با ایران به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده نفت خام در جهان بسیار مهم است، زیرا ما تقریبا همه نیازهای نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کنیم. وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن گفت بر حفظ روند تامین انرژی خود از ایران اصرار داریم و در مذاکرات با آمریکا هم بر این موضوع تاکید می‌کنیم. همزمان چین واردات خود از نفت ایران را 33% افزایش داده است. تعابیر تند نمایندگان پارلمان انگلیس این بار در واکنش به سوء مدیریت دولت ترزا می در ممانعت از کوچ نهادهای مهم اقتصادی و افزایش خسارت‌های ناشی از برگزیت. به دنبال تلاش مقامات انگلیسی در گرفتن وقت بیشتر از اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه و کنار گذاشتن بی سر و صدای برگزیت سخت یا همان خروج بدون توافق، حالا صورت گرفتن کوچ بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مهم سرمایه‌گذاری و خروج 1 تریلیارد دلاری سرمایه از این کشور به بحران جدید در انگلیس تبدیل شده و بر نگرانی‌ها افزوده. رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند تا ماه مارس امسال 900 میلیون دلار دارایی از لندن به فرانکفورت منتقل شده است و با ادامه بی‌ثباتی ناشی از برگزیت این میزان رو به فزونی است. تبع برگزیت با تمدید وقت اضافه 6 ماهه اتحادیه اروپا برای انگلیس و تعطیلات بهاره پارلمان اندکی فروکش کرد، اما آمار زیان‌های ناشی از برگزیت همچنان رو به فزونی است و نگرانی‌های مردم رو به گسترش. من به عنوان یک دانشگاهی فکر می‌کنم با خروج از اتحادیه اروپا وضعمون بدتر میشه، مخصوصاً از نظر اقتصادی و بازرگانی، چرا که بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از شرکت‌های خارجی گرفته میشه که دارن از بریتانیا کوچ می‌کنن. بانک مرکزی انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد برگزیت هر هفته به طور متوسط 800 میلیون پوند به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند. برگزیت و نابسامانی‌های ناشی از آن تا 9% از تولید ناخالص کشور را کم خواهد کرد. این نشانه بی‌مسئولیتی دولت است که زیان‌های اقتصادی این شرایط را نادیده می‌گیرد. بلا تکلیفی‌های ناشی از برگزیت، کوچ شرکت‌ها را از انگلیس به دیگر کشورها شدت بخشیده است. مراکز پژوهش اقتصادی اعلام کردند 56% از مؤسسات بین‌المللی و بانک‌های چند ملیتی در صددند دفاتر و کارکنان خود را به دیگر کشورهای اروپایی منتقل کنند یا پیشتر این کار را کردند و 30% از شرکت‌های مستقر در انگلیس نیز به اقدام مشابه دست زدند. بر اساس گزارش نهادهای اقتصادی در انگلیس، از آغاز همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا تا کنون شرکت‌ها و مؤسسات مالی بیش از 1 تریلیارد دلار دارایی‌های خودشون رو به خارج از انگلیس منتقل کردن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. همزمان با رسانه شدن دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور روسیه و کره شمالی در مسکو، پیونگ یانگ از آزمایش یک سلاح جدید دفاعی تحت فرماندهی کیم جونگ اون خبر داد.
اقدام کره شمالی در حالی است که پیونگیانگ از زمان مذاکره با آمریکا از هر گونه آزمایش هسته‌ای و بالستیک خودداری کرده بود. کره شمالی برخلاف آمریکا که خواستار برچیدن تمام تأسیسات هسته‌ای این کشور است، بر مذاکرات گام به گام تاکید کرده و حتی کیم جونگ اون صراحتاً خواستار حضوری فرد پخته تر از پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات شده. همان کیم جونگ اونی که ترامپ او را زرنگ می‌خواند، حالا رسما اعلام کرده سلاح‌های جدید آزمایش کرده. ترامپ اما برگ برنده اساسی سیاست خارجی اش را همین توقف آزمایش‌های پیونگیانگ می‌دانست. همان موقع هم منتقدان رئیس جمهور می‌گفتند اینطور نیست. حالا کیم جونگ اون با سفر به روسیه و یاوگو خواندن پومپئو خواستار حذف وزیر خارجه امریکا از روند مذاکرات است. تهدیدی علنی به زدن زیر میز مذاکره. گویا می‌داند جنگی در کار نخواهد بود. جورج سامولی رئیس مرکز سیاست جهانی در نیویورک. United States is very careful not to attack North Korea because it knows North Korea has nuclear weapons. آمریکا بسیار مراقب است که به کره شمالی حمله نکند، زیرا می‌داند که کره شمالی سلاح هسته‌ای دارد. اصل اختلاف آنها بر سر این است که آمریکا می‌گوید خلع سلاح کامل و پیونگیانگ می‌گوید قدم به قدم. هر بخشی از تحریم‌ها را حذف کنید، ما هم وزن آن تسلیحاتمان را کم می‌کنیم. کیم جونگ اون خود را وارث تجربیاتی از مذاکره دیگران با امریکا می داند. اما در ماه‌های گذشته بازرسان سازمان ملل بارها به کمیته تحریم شورای امنیت گزارش‌های محرمانه‌ای را ارسال کردند که تا الان کره شمالی نه تنها قدمی برای خلع سلاح بر نداشته، بلکه پیونگیانگ به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایمن شدن در مقابل حملات احتمالی نظامی امریکاست که توانایی هسته‌ای و بالستیکش در امان باشد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل. بحران لیبی در بن‌بست دیپلماتیک و نظامی. شب گذشته نشست اضطراری شورای امنیت در خصوص بحران لیبی بدون نتیجه پایان یافت. فرستاده ویژه سازمان ملل پس از این نشست با هشدار در خصوص ادامه درگیری‌ها و وخامت اوضاع در لیبی گفت حمله نظامی نیروهای جنرال هفتر به طرابلس و ناکامی در فتح پایتخت اوضاع میدانی را به یک بن‌بست نظامی رسانده. اما شمار تلفات انسانی هم در لیبی همچنان در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 250 تن در درگیری‌های اخیر کشته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت هم در گزارشی اعلام کرد تعداد آوارگان لیبیایی طی دو هفته گذشته به 25,000 نفر رسیده است. و گزارشی از کشورمان. استفاده از فناوری هسته‌ای در صنایع مختلف موضوع گزارش ساخت ایران که این هفته موضوعی رو دنبال میکنه که هم بازدهی اقتصادی داره و هم به رونق تولیدات داخلی کمک میکنه. اینجا یک سایت هسته‌ای است با سانتریفیوژهای طبیعی. اورانیوم ها بذرهای این درختان موزند که با استفاده از فناوری هسته‌ای در برابر شوری آب و خاک غنی شدند. ارتوتابی کردیم و بعد اینها رو در همون محیط کشت با افزودن نمک سلکسیون کردیم. تونستیم 3 تا 4 تا موز رو به دست بیاریم که کیوهای متفاوتی رو از افزایش تحمل به شوری رو در خودشون نشون دادن. شاید در نگاه اول این مواد تنها پودر و دانه به نظر بیایند، اما در حقیقت این محصولات عوامل بیولوژیکی هستند که قرار است جایگزین قارچ‌کش‌ها در تولید اقلام مختلف کشاورزی شوند. تکنیک هسته‌ای به ما این کمک رو کرد که ژنوم قارچ رو ارتقا بدیم که قدرت آنتاگونیستیش به قدری بالا بره که همون نتیجه سموم شیمیایی رو داشته باشه و رقابت پذیر باشه و بتونیم توی بازار جایگزین سموم شیمیایی کنیم. و یا اینجا در مرکز پرورش حشرات مرکز کشاورزی هسته‌ای از این مگس‌های آفت طی فرایندی به عنوان آفت کش استفاده شده است. حشرات نری که ما پرتو دادیم با استفاده از پرتو اونها رو در واقع استریلشون کردیم، میرن با ماده های سالم در محیط جفتگیری میکنن و حاصل این جفتگیری عدم تفریق تخم است، یعنی هیچ تخمی در محیط باز نمیشه. این حالت مبارزه ژنتیکی یا مبارزه بیولوژیکی هست. صنعت هسته‌ای فقط اورانیوم و کیک زرد نیست و دانشمندان ایرانی توانستند با استفاده از این دانش در صنعت کشاورزی محصولات ساخت ایران متعددی را تولید کنند. میتونیم به تولید
ارقام موتانت پنبه به نام پرتو و تابان و ارقام نارنگی موتانت در به نام ناربون و زرین و همچنین ساخت دستگاه انکوباتور تولید ماهیان تک جنس هستش. ایجاد بستر مناسب اقتصادی در صنعت هسته‌ای و فراهم کردن زمینه‌های تولیدات داخلی برنامه‌ای است که در گام دوم انقلاب اسلامی در این صنعت دنبال می‌شود. استفاده از فناوری هسته‌ای در صنایع مختلف و بومی کردن دانش فنی این حوزه و کاربردهای آن رویکردیه که در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و قراره با ورود شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ارزش افزوده زیادی در حوزه اقتصادی برای کشور ایجاد کنه. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما. قضات ایالت کالیفرنیا در نبردی حقوقی علیه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت به پیروزی جدیدی دست یافتند. سه قاضی دیوان تجدید نظر قانونی را تصویب کردند که به موجب آن کارکنان دولتی این ایالت مجبور نیستند در زمینه مهاجرت با مقامات دولت فدرال همکاری کنند. چین در اقدام متقابل در واکنش به سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در قبال پکن از صدور روادید برای مشاور ترامپ خودداری کرد. اخیراً دولت آمریکا تحقیق و بررسی موشکافانه از کارشناسان چینی را که قصد سفر به آمریکا دارند تشدید کرده است. واشنگتن پست نوشت برای سومین سال متوالی جایگاه آمریکا در شاخص آزادی رسانه‌ها تنزل یافت و در فهرست کشورهای مشکل ساز برای رسانه‌ها قرار گرفت. طبق نظرسنجی که در فرانسه انجام شد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنان در میان دو سوم مردم کشورش محبوبیتی ندارد. ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه هم در این نظرسنجی در میان 63% مردم این کشور فاقد محبوبیت است. و تصاویر زیبا و بکر ببینید از مراتع و طبیعت زیبای بهاری در استان کوهگیلو و بوی رحمت. جلوه‌گری بهار در بیستون کرمانشاه. بارش‌های اخیر در کشور علاوه بر مشکلاتی که برای مردم استان‌های مختلف به وجود آورده، روی دیگری هم داشته و آن اینکه تونسته مزارع و مراتع شهرهای همچون کرمانشاه رو سیراب و چشم نواز کنه. بارش باران روزهای اخیر این خرم بهار را برای بیستون پرآوازه رقم زده. من برای اولین باره که اومدم بیستون، بعد یه فضا و طبیعت خیلی بکر و زیبایی داره. اینجا هم سراب باستانی بیستون است، سرابی که سالهای گذشته چندان رمقی نداشت، اما این روزها حسابی خروشان است. در پایین دست این آب زلال زمینهای کشاورزی زیادی را سیراب می کند. سالان گذشته در فروردین ماه از آب چاه استفاده می کردند برای آبیاری مزارع، ولی امسال تا کنون هیچ کشاورزی استفاده نکرد. اینجا واقعا زیباست، واقعا طبیعت بکری داره. هرچند بیستون به خاطر جذابیت‌های متعددی که داره همواره مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستانه، اما بهار آن سه جلوه زیبا داره که باید از نزدیک دید. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بیستون. به نام خدا، سلام، روزتون بخیر. در آخرین روز هفته 26 لیگ برتر فوتبال، تراکتور سازی و پدیده برای ماندن در کورس قهرمانی به مساف حریفانشون میرن. تلاش تراکتور سازان برای بازگشت به رده دوم. در مهمترین دیدار امروز، تراکتور سازی میزبان پیکانه. شاگردان لیکنز برای بازگشت به رده دوم و جا نموندن از کورس قهرمانی محکوم به برد هستند. 5 تا بازی داریم و برای تک تکشون باید از جون مایه بزنیم که بتونیم امتیازهای لازم رو کسب کنیم. ما مقابل تیم تراکتوری قرار میگیریم که خب همه چیز این فصل برای تراکتور آماده شده برای قهرمان شدن. پدیده
دیگر تیمی که شانس قهرمانی داره میهمان نساجیه. همچنین امروز فولاد با نفت آبادان و پارس جنوبی با سپید رود رشت دیدار میکنند. اما دیشب سپاهان پنج رو میزبانش سایپا رو از پیش رو برداشت و همچون استقلال رده دومی 50 امتیازی شد. اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم جدول قرار گرفت. ما به زعم خودم شاید شاکمان این فصل دوم داریم بهترین بازی ها رو میکنیم. منتها مزد زحماتمون رو نمی گرفتیم. این بازی حالا گرفتیم. جدال تیم های قهر جدولی نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان هم که برای بقا تلاش میکنند بدون گل تموم شد. مروری بر چند خبر دیگه. در دومین روز مسابقات والیبال باشگاه آسیا در چین تایپه از دقایق قبل شهرداری ورامین به مساف گالخان ترکمنستان رفته. شاگردان محمدی دیروز 3-1 ساماتور اندونزی رو شکست دادند. سومین مرحله از لیگ جهانی کاراته وان امروز با حضور نمایندگان کشورمون در مغرب آغاز شد. در این دوره از پیکارا 661 کاراتکا از 71 کشور حضور دارند. در چهارمین بازی‌های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز شهرداری گرگان با شیمیدور و پالایش نفت آبادان با پتروشیمی بندر امام به مساف هم برند. شهرداری گرگان و پالایش نفت دو بر یک از حریفانشون پیش هستند و در صورت پیروزی در بازی امروز راهی دیدار پایانی میشن. پرونده مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتبال اروپا دیشب با صعود تیم‌های چلسی، آرسنال، آینتراخت فرانکفورت و والنسیا بسته شد. صعود آرسنال به نیمه نهایی با شکست شاگردان آنجلوتی در ناپل. ناپولی در حالی میزبان آرسنال بود که برای صعود محکوم به پیروزی در این دیدار خونگی بود، اما تلاش اونها ثمری نداشت و شلیک دقیقه 36 لکازت از روی ضربه ایستگاهی کار رو برای میزبان سخت در هم کرد. ناپلی ها هم که خودشون رو در آستانه حذف شدن میدیدند سراپا حمله شدند، اما حملاتشون راه به جایی نبرد و شاگردان اونای امری در مجموع با برتری 3-0 راهی نیمه نهایی شدند. در دیگر بازی همزمان چلسی دیگر تیم لندنی در دیداری پرگل 4-3 و به سختی از سد اسلاوی پراگ جمهوری چک گذشت و در مجموع با برتری 5-3 جواز صعود را گرفت. در اسپانیا والنسیا در دربی این شهر مقابل ویارئال به برتری 2-0 رسید تا در مجموع با برتری 5-1 قاطعانه به جمع 4 تیم پایانی برسه. آینتراخت فرانکفورت هم در خونه با 2 گل بنفیکا رو برد و با تساوی 4-4 در مجموع 2 بازی و به علت قانون گل زده در خانه حریف جشن صعود گرفت. به این ترتیب در نیمه نهایی آینتراخت فرانکفورت به مساف چلسی میره و آرسنال با والنسیا دیدار خواهد کرد. ممنون از همراهیتون با خبرهای ورزشی این بخش خبری. امروز جمعه 30 فروردین، 13 شعبان و 19 آوریل است. اذان مغرب در تهران ساعت 19:59 دقیقه و نیمه شب شرقی امشب هم 18 دقیقه بامداد است. بینندگان ارجمند و گرامی، هفته بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.